این قسمت ویژول میخوام در رابطه با لوگو صحبت بکنم. توی اکسپلور اینستاگرام داشتم میگشتم، یهو چشم خورد به لوگویی که واسه یه دونه از این جام‌های فوتبال بودش و گفتم که چقدر خوب که میتونم برم راجع به لوگوهای جام جهانی صحبت بکنم. این قسمت میخوام اول از همه یه کوچولو راجع به لوگو صحبت بکنم، بعدش هم راجع به لوگوی جام جهانی قطر صحبت بکنم. بریم تو دلش ببینیم چیه. خب اول از همه لوگو که میدونید مهمترین اتفاقیه که قبل از شروع هر بیزینس، هر رویداد، هر اتفاقی که بخواد یه بروندادی رو توی رسانه، توی هر جایی داشته باشه، باید یه لوگو، این نمادی داشته باشه که هر کسی میبینه بگه که خب این واسه این شرکته، مثلا این واسه این رویداده و یاد مخاطب بمونه. A brand is a result. It's a customer's gut feeling about a product, a service or a company. It ends up in their heads, in their hearts. حالا یه سری پارامتر من واسه این در آوردم که یه آرمی لوگو، یک نماد، باید چه پارامترهایی رو داشته باشه که بتونه این شرکت رو به خوبی، یه شرکت یا یه رویداد، فرق نداره، بتونه به مخاطبینشون رو بشناسونه. اول از همه این که باید خوشگل باشه، یه ظاهر خوشگل و مرتب داشته باشه و خیلی هم سیمپل و ساده باشه. اصلا کلا از یه جایی به بعد اگه لوگوهای قدیمی رو نگاه بکنید خیلی پر از دیتیل و پر از نقاشیه. مثلا لوگوی اپل، لوگوی پپسی، لوگوی شرکت‌های خیلی بزرگ رو نگاه بکنید، حدودای مثلا سال 1950-1940 تا 2000 خیلی لوگوها پر از دیتیل و پر از نقاشی بودن و از سال 2000 به بعد دیگه شروع میکنن به سیمپل شدن و ساده شدن که الان دیگه اینجوری لوگوها که فقط مثلا یه خطه، یه دونه دایره است، یه دونه شیپه و خیلی ساده تر شدن. و در حقیقت اولین چیز باید ساده باشه که در این سادگی بتونه اون معنا رو برسونه. دومین پارامتری که خیلی به نظر مهمه اینه که اون لوگوه با اون صنعت ارتباط داشته باشه. بر فرض مثال اگه بخوایم یه لوگوی طراحی بکنیم واسه صنعت مثل پتروشیمی، مثل پالایشگاه نفتی، تو این فضاها باشه، نمیتونه فرم‌های خیلی مهربون و ساده‌ای داشته باشه، به خاطر اینکه فضای کار، فضای بیزینس مدلیه که خیلی جدیه و نمیتونیم از فرم‌های خیلی نرم و فرم‌های خیلی مثلا گوگلی استفاده بکنیم و باید دنبال فرم‌های جدی باشیم. یه رویداد خیلی مثلا گوگلی یا یه رویدادی که خیلی همه توش خوشحالن، همه حال خوب دارن، مثلا جام جهانی، نمیتونی تو یه فرم خیلی جدی استفاده بکنی یا از یه رنگ خیلی جدی استفاده بکنی. باید مدلی باشه که خب وقتی مخاطب میبینه حالش خوب باشه با اون لوگو. پس دومین پارامتری که توی طراحی لوگو خیلی میتونه تاثیرگذار باشه ارتباطش با اون صنعته. سومین پارامتری که کمک میکنه که یه لوگو یه اثر خیلی خوبی بشه معنیدار بودنشه. یه نماد باید در عین سادگی که داره معنیدار باشه، یعنی اول از همه که ارتباط با اون صنعته داشته باشه، دوم که آقا اصلا معنی داشته باشه. نمیم یه نمادی رو ما طراحی بکنیم که اصلا هیچ معنی نداره و فقط یه تصویر و یه فرمیه. شما اگه بخواید یه سری لوگو که تو ذهنتون مونده رو نگاه بکنید بهش، قطعا دو عامل باعث شده که اون لوگو تو ذهنتون بمونه. اولین عامل زیبایی یا یه فرم عجیبیه، مثلا کوکاکولا، فرمش رو احتمالا خیلی هاتون دیدین و یادتون مونده. دومین عامل هم معنی اون لوگوه، وقتی معنیش رو میفهمید خیلی کمک میکنه که بیشتر توی ذهنتون بمونه. خیلی پارامترهای دیگه ای هستش که میتونه یه لوگو رو بهتر بکنه، من خیلی دیگه با دیتیل نگفتم ولی خب خیلی پارامترهای زیادی وجود داره، اما خب اصلیاش رو گفتم که میتونه کمک بکنه تا این لوگوی خیلی خوبی بشه. حالا لوگوی ایونت چرا اصلا انقدر مهمه؟ مثلا جام جهانی، چون این مدل ایونت ها توی همه جای دنیا قراره پخش بشه و آدم ها اون رو ببینن، پس این لوگوی خیلی همه جا قراره دیده بشه. از اون طرف اون مسئولیت سنگینه هم داره، پس باید مدلی باشه که بتونه به خوبی اون کشور رو به آدم ها بشناسونه. در درجه دوم هم کیفیت اون لوگوی نشون دهنده در حقیقت کیفیت برگزاری یه ایونت میتونه باشه. شما اگه مثلا برید فیلم سینمایی رو ببینید، قبل از اون پوستر اون فیلم رو دیدید،
یعنی اینجوری نیستید که آقا رو هوا بگید که آقا فیلم فلان اسم فلان من برم ببینم. پوستر اون فیلمو میبینین و خب نسبت به اون پوسترم قطعاً باید یه حسی توی تو باشه یا آقا مثلا چقدر پوستر جذابی، مثلا پوستر ملاقات خصوصی خب خیلی پوستر حال خوب کنه، عاشقانه، حس خوب بده ای هستش و خودش جذب میکنه که تو بری ببینی. لوگو هم دقیقا همونه، فقط خب خیلی سخت‌تره چون به خاطر اینکه دیتیلش خیلی کمتره، هیچ توضیح نداره و باید مدلی باشه که جذاب باشه، قشنگ باشه و با کیفیت باشه، انقدر با کیفیت باشه که بتونه برگزار شدن اون مراسم، اون ایونت، اون مسابقه رو بتونه به خوبی به مخاطب نشون بده. لوگوی جام جهانی قطر احتمالا خیلی هم در رابطه باش صحبت کرده باشن. من اومدم یه نگاه دوباره بهش انداختم ببینم که چه چیزهایی میتونم توش ببینم. یه فرم خیلی نرمی اومده توش که نشون دهنده شاله، یه بالش اگه نگاه بکنید یه چیز اینجوری، حالا اینجا میارمش احتمالا، یه شال سفیده. این شال سفیدم خب نشوندنده دوباره اون تاریخ است. خیلی کلن شال توی کشورهای عربی نقش مهمی داره، از بستن به کمرشون حالا تا انداختن رو سرشون، از زمان خیلی قدیم که توی بیابون ها مثلا استفاده میکردن واسه آفتاب و اینها تا حالا لباس هاشون که دور کمرشون میبستن، شال خیلی نماد ویژه‌ای رو توی کشورهای عربی داره و اولین چیزی که میتونی از لوگوه ببینی که به ذهنت بیاد اون شال است. دومین چیزی که خیلی جالبه، بالای لوگو رو اگه نگاه بکنی نیمده این شال صاف ادامه پیدا بکنه. دو تا علت داره. اول از همه این که میخواستم اون پارچه بودنه رو نشون بده، فرم نرمه رو نشون بده که یاد شاله بیفتنی، و دومین علت هم تپه های شنی رو میخواد نشون بده. کلن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خب خیلی بیابون های زیادی رو دارن، بیابون های شنی و ماسه‌ای خیلی زیادی دارن و این نشون دهنده اون بیابون هاست که تپه هاش مثلا اومده اون بالا و به خوبی تونسته اون حسه رو به آدم القا بکنه. دو مدل میشه اینو نگاه کرد. اگه از این ور به لوگو نگاه بکنی علامت اون بی‌نهایت است و علامت ارتباط بین کشورهاست. اگه از این ور نگاه بکنی شکل 8 میشه. حالا چرا عدد 8؟ من رفتم اینو پیدا بکنم که چرا اومده توی لوگو فرم 8 رو داده، که فهمیدم که توی جام جهانی یا هم محل برگزاری توی قطر 8 تا استادیوم هم ساخته شده، 8 تا استادیوم در حقیقت استفاده شده واسه اون جام جهانیه. قطع شدین؟ نه. چندین داستان مختلف، چندین فرهنگ مختلف، همه اینها رو با هم دیگه ترکیب کرده و تو یه چیز خیلی کوچیک جا داده. یعنی با یه فرم خیلی ساده از فرهنگ صحبت کرده، از تاریخ صحبت کرده، از الان هم صحبت کرده که آقا این فضای مثلا جام جهانی 8 تا استادیوم ساخته شده و همه اینا کنار هم دیگه باعث شده که یه لوگوی قوی رو بسازه. این لوگو هم خود قطری‌ها طراحی نکردن، یه آژانس تبلیغاتی توی لیسبون پرتغال اومده اینو طراحی کرده و اسمش هم، اسم شرکت هم آنلاک اتفاقا، و خیلی خوب اومده اون فضای عرب رو نشون داده. اینم از لوگوی جام جهانی قطر. لوگوهای جام جهانی دیگه هم دیدم من، مثلا روسیه و برزیل یا آفریقا. مثلا روسیه رو نگاه بکنی همه تقریبا میشه گفت چیزها، چی اسمش، لوگوهای جام جهانی اومدن از پرچمشون، از رنگ پرچمشون استفاده کردن. قطر که اومده سفید بنفش پرچم رو استفاده کرده، روسیه که اومده آبی سفید قرمز رو استفاده کرده، برزیل و حالا بقیه کشورها که میتونید توی لوگوهاشون ببینید که از پرچمشون استفاده کردن. روسیه مثلا این چیز جالبی که من دیدم این بود که نمیدونم چقدر سن پترزبورگ رو دیده باشیم، ولی خیلی اومده از بناهای اونجا استفاده کرده، حس و کانسپت اونجا رو در حقیقت گرفته و آورده توی لوگوش. یا مثلا حالا برزیل اومده از اون فضای جنگلی، اون فضای طبیعتی که طبیعت بکری که برزیل داره استفاده کرده آورده توی لوگوش. و حالا دیگر لوگوهایی که میتونید ببینید خیلی جذابه. اگه توی دیتیلش بری میبینی که چقدر از فرهنگ، از تاریخ، از مدل اون کشور، از فضایی که اون کشور داره
همه لوگوها تقریبا استفاده کردن. البته خب لوگوهای قدیمی تر نگاه بکنید خیلی ساده تر هستن از لحاظ اینکه مثلا بخوان دیتیل خاصی رو بهش اطلاعات خاصی رو به شما بدن، ولی خب لوگو هر چقدر جلوتر که میره خیلی با معنی تر میشن، برای همین خیلی ارزش و کیفیت بالاتری هم دارن. و این که همین دیگه، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. کامنت بذارید که هرچی دوست دارید بذارید و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. همین. Bella.